وای باید بیایی واسه تعریف همجور نمیشه باید ببینمه. اگه بدونی من چی کار کردم کف میکنی. از تو رسیدی؟ کجا موندی؟ ترافیک؟ کجایی؟ کدوم خیابو؟ خب منم که همونجا. پرنده پر نمیزنه بهانه نیار. باز خواب موندی؟ نکنی تو شب رفتی؟ به خدا پوستتو میکنم. خفیشو بابا با تو نبودم. مردم این روزا اعصاب ندارن، تو هم که بدتر از همه. آب گوشت تر اگه نفذرم با تو رو خدا را بیوف بیا دیگه. منم دارم یواش یواش میرم تا تو برسی. زنت دستتو خونده. یعنی چی؟ باید بری تا تای خوشونت خفش کنم. ناغافل با ابزار خودش بهش حمله کن. چه میدونم با میل بافتنیش هر جشم زخم و زلی شد او دیهشو میدم. حامله که نیست، ماه حرام هم که ایچه نمیشم. اگه هر جوری هم ارتاب کنی به نفته، چون شاکیش خودتی. از این جیبت میره تا اونجا. شما لازم نیست بهشون حمله کنید، برای شما خوب نیست. فردا تیتر روزنامه ها میشه. اصولاً بهترین وضعیت زنها موقعی است که خوابن. بهتر کاری کنین اصلا بیدار نشن. بفرمایید اینم صورتی چرک. آخ دیوونه هم میکنه. شانس شما هم یه دونه مونده بود. خیلی ممنون. چرا دارین چک مینویسین؟ یه ماه دیگه روز جهانی کارمندان زن شاغل داخل کشور، اون موقع با هم حساب میکنیم. جدا؟ بله خواهش میکنم. قابل شما رو نداره. خیلی ممنون. دست نزن توش خراب میشه. ببخشید. به سلامت قربون شما. الان خودم میام. الو محمودی بیدار شو. خب تا مرغ از قفس نفریده پاشو برو فرودگاه، کمربندش هم بسته باشه. تو برسی راضی نباشی میکشنش بیرون. سلام فرش خانم. سلام. چرا قد دیر کردی؟ بستنی همه آب شد. هرسی هم هرسی قدیم.
خانم آخر خطه. هنوز یه ایستگاه دیگه مونده که. من از این جلوتر نمیرم خانم. مگه دل بخواه شماست؟ مردم میخوان برسن خونهشون، کار و زندگی دارن. آژانس نیستم که شما رو تا جلوی در خونتون ببرم. یه ایستگاه شما پیاده بریم. منم وقتم از سر را نیاوردم که بخوام یه ایستگاه پیاده برم. خانم اصلا این ماشین جوش آورده. نه خیر، ماشین جوش نیاورده، شما جوش آوردی. میخوایم بشینیم، میخوایم پیاده شیم. سلام. این فروجک رو کجا میبری؟ باباش نایمده، بیقراری میکرد، گفتم ببرمش. یه چیزی براش بخرم. ببخش. خداحافظ. الان بار شما کوچر کثیف میکنی، الانم میخوای؟ کارگر زحمت میکشه بهت انعام شه بده. این همه خرج رخت و لباس و آرایش و فش و فش و هایلایت خودت هم بکنه، این انعام ما کجا زندگی تر میگیره که؟ منو نگاه کن، من این کارا رو نمی کنم. خب بکن یک کار آره، انعام بارم بده. بگیر آنه فرد. الو امیرک چطوری؟ تو بی خود خودتو معطل کردی. قبلن هم بهت گفتم اصولاً بیولوژی زنها مثل مار میمونه. اگه به جای زن یه مار میگرفتی تربیت میکردی، الان میفهمیدی که باید به زن بی توجهی کنی، وگرنه نیشت میزنه. دوای دردت همینه. باید بهش بی توجهی کنی. دوای دردت همینه. بابا بی توجهی از این بیشتر؟ چند روز حموم نرفتم دارم خفه میشم. احمق، این بی توجهی به خودته، باید به اون بی توجهی کنی. تو اصلا مفهوم بی توجهی رو اداری به تئوری من توهین میکنی. ذات کلمه رو نفهمیدی. آقا بگو بی توجهی. بگو بی توجهی، بگو. باشه باشه، بی توجهی. قشنگ بگو. بگو بی توجهی، مرتبه به خودت بگو بی توجهی، بگو. بگو توجهی، بی توجهی. داره میاد، داره میاد. برو ببینم چیکار می‌کنی ها. هی مرتبه خودت بگو بی توجهی، برو. باشه باشه. سلام. اصلا ندیدم. سلام. اینا تمرینی میکشه دیگه. اتاق نشیمنه. این چیه؟ چی؟ این که دست منه چیه؟ نمیدونم. تو نمیدونی؟ تو واقعا نمیدونی این چیه؟ ول کنم، این حالم خوب نیست. نه دیگه نشد دیگه. یه وقت حالت خوب نیست نمیتونی حرف بزنی، یه وقت حالت بده نمیخوای حرف بزنی. بابا لطفا سوال منو جواب بده، این چیه؟ این یه مصیبت صورتی دیگه است. با این مصیبت صورتی چی کار میکنن؟ بعضیا میپوشن. اون بعضیا کیان؟ نمیدونم. مگه میشه ندونی؟ کیان؟ دو تا شاخ دارن؟ آدمی زادن؟ کجان؟ بابا هر سادی پاش واسه دیگه. من همیشه پای حرفون پای میستم. نه حالا بابا واسه موندن پای حرفا داری همه تخم مرغ میکنی. چه خبره؟ میگم ول کن امیر، حالم خوب نیست. ولت کردم که این همه داری بیچارم میکنی. من شما رو بیچاره نمیکنم. کار مهمتری از بیچاره کردن شما دارم. بیکار نیستم. الان اینجا وقت بیکاری شما. مشق شب بیرونه. شما نباید بیکار باشید. مشق شب اسمش روشه. حالا بابا پوشیدن این شلوارم جزء مشق شبه. بله من اجدادم نسل هاست که تو این شلوار راحتیم. تو داری لج منو درد. تو من نمیدونم. نه خیر. میذاری کتابای من اینجوری با این هدفگیری درخشانت سوراخ سوراخ می‌کنی با نشانه عشق نشون داده شما. اینکه شما چاپ می‌کنید فقط به درد همین یه کار می‌خوره. آتش‌خاله که شما می‌ذارید براتون به درد می‌خوره. آتش‌خال میگم بهت درست صحبت. با پول همین آتش‌خالا رفتم یه ماشین خریدم، فروختم دادم شما دستگاه چاپ آخرین مدل بیاری. وقت تو چیکار می‌کنی؟ چیکار چیکار کردی؟ جز اینکه هر هفته هر ماه یه گند صورتی دیگه بیار بندازی رو سر من. بابا دارم به هر زبون زنده و مرده دنیا بهت میگم به من توجه کن. توجه. با بابای خدا بمرزم زندگی می‌کنم بیشتر من توجه. خانم یه بشقاب دیگه اضافه کن. از ما گفتن. کی هم چه حرفی زده؟ من غیر از اینه. بله غیر از اینه. من بهت میگم میری سر کار برو، ولی این آتش خورا نذار بگیر بغل خودت. میگم درست صحبت کن. کار چیه آفت شد افتاد تو جون خانم؟ آفت نیست، به قول پرستو نیازه. شما هر چی تو کارتون پیشرفت میکنی مغز و ذهنتون عقب افتاده تر میشه. تو زن نمیخواد دستمالی شده. فکر فرهنگی تو کنیز میخواد. تو زن دیدی کارشو درست انجام بده. رانندگی جان دلم.
اینه به چشم ببین خوبه. این دفعه مثل دفعه قبل نیست. دو دقیقه دیگه تموم میشه. ولی خیلی پرمله. زیای زن نوشه. راجب زن نوشه. این آخری که خودش خجالت کشید اسمش نمیشه. تو خجالت بکشی. تو باز خجالت بکشی. هر کی میره سرکار آقا جوزا شعور بشه اضافه میشه. بله شعور. همین مونده که تو شعور رو معنی بکنی. آره من باید شعور برای بنی کنم. شعور یعنی خریدن و پوشیدن اینا. آره باز به شعور من که با اینکه ازشون متنفرم حداقل نگرانشون داشتم. نه مثل تو که اتکلونی که واسات خریدمو ریختی تو شیشه شور ماشینت فکر کردیم که من نفهمیدم. آره با شعور. آره اگه شعور داشتم تو این جهنم نمیموندم. خودم واسه یاد دادن الفبای زن و شوهری به تو مسخره کاسبه و همسایه‌ها نمی‌کردم. مسخره کن. مسخره کن. جز این کار دیگه که بلد نیستی که. چرا؟ وقتی فردا صبح اول تکلیفم با خودم بعد با شما روشن کردم می‌فهمی کار دیگه هم بلد. نه خیر. من همین الان تکلیفم با شما روشن می‌کنم. خب تو لوس نکن. دهنتو باز کن. یه وقتشه بیام تو. نه سلام. مطمئنه تو دفعه قبلم همینو گفتی. این دفعه دیگه فرق میکنه. همین فکراتو کردی دیگه از فکر کردن گذشته. من میگم یه فرصت دیگه به این امیر تفلک بده. به اندازه کافی بهش فرصت دادم. شما ها اگه بشینین با هم دیگه حرف بزنین. امیر فقط داد میزنه. تو هم داری گریه میکنی. بس. سلام پدر. بیچاره مریم. بیچاره امیر. به خدا امشب این کار زده به سرش. همین دم آخری اومده جلو من واسطه دست منو به زور مشت کرده میگه بزن. خب تو چی کار کردی؟ من که هاردور تم زیاده وگرنه وزارت به مگس نمیرسه. هیچی نشونه گرفته کلش بزن تو چارچوب در رفت تو دیوار. دیوار وقتی فرو بریزه همه چی عیان میشه. تو الان نگاه نکن که همه چی و همه جا اوپن شده. فهمیدی که یعنی آدمی زاده به جزئیات زنده است. کلیات خیلی راحت درست میشه. نمونش همین آش مادرته که داره از دهن میاد. کلیاتش آشی اما جزئیاتش ناقص. حالا فهمیدی؟ نه چرا مثالاتون عجیب تر میشه؟ عجیب نیست. رشتش زیاده نو خودش کمه. آش بینخود مثل عروس بیچهاز میبینه. اتفاقا من آش پرشته خیلی دوست دارم. دفعه اولم که خوردی همینو گفتی. آره خب نخود موجود نفاخیه. بعدش هم همینو گفتی. اه؟ خب بعدش چی گفتم؟ بعدش با مریم دعواتون شد چون از آش خوشش نمیاد. از آش خوردن خوشت نمیاد؟ چطور شد زن مهندس خوردگی شدی؟ چه ربطی داره پدر؟ من که 100,000 مرتبه ربطشو برات گفتم. 101,000 دفعه. مهندس خوردگی چه دخلی داره به چاپ و چاپخونه؟ مگه بیومکانیک به نونخامه‌ای ربط داره؟ نونخامه‌ای که شغلش نیست، عشقشه. اون خامه های سفیدم برف عشق. چرا از این برف رو سر ما نمی‌ریزه؟ نگو امیر جون. شما 2 سال پیش زیر برف عشق داشتین خفه می‌شدین. داری خفه میشی انقدر حرص می‌خوری دختر جان؟ می‌زنم اتونا. حواسم هست. ببینم این پسره چرا رفته تو کار چاپه یه مش جک و جونور کرگدن اسب آقای مگس ها باقوش. اون موقع هم تو دانشگاه هرچی ماکت درست میکرد شبیه باقوش میشد. گفتی باقوش؟ شام میخوری؟ پدر جان بعد از دعوا فقط شطرنج یا تیره. آقا ببینم میگن خونه همه جا سوراخ سوراخ. این همه ورزش های نشستنی از کارهای معقول. یه نیازای زنون است. شما آقایون اینو نمیفهمین. بعدش هم تو عاشق همین چیزای مریم شدی دیگه. یادت رفته اون روز که تنها اومدی اینجا خواستگاری گفتی پدر و مادرت وصیت کردن که زن مدیر یا قهرمان یا هر شغل دیگه ای تا پشت در خونه است. توی خونه جای عشق است و نونخامه. عشق و نونخامه همش شده داد و تحقیر. وقتی تو خونه خودت نشستی بهت میگم برو بیرون. مگه گفت برو بیرون؟ اگه میموندم حتما میگفتیه. عادت داره پیشگویی میکنه بعد خودش پیشبینیاشو باور میکنه. حرفای من هر جور دلش بخواد میشنوه. وقتی تو بخوای براش توضیح بدی میگه اونم خوش نیست. آخه مگه حال خوش واسه آدم میمونه؟ از صبح تا شب میری سر کار بعد همش مراقب سر و وضعت باشی رنگ و لعاب نداشته باشه. اون وقت شب که میای خونه بعد واسه آقا 1000 جور سرخاب سفیداب کنی. آدم میخواد تو خونه خودش لباس و سر و وضع راحت داشته باشه. مادر جان راحتی یه چیزه، مراعات یه چیز دیگه. بابا آدم مراعات گربه تو خونه‌ش هم میکنه.
ولی وای به روزی که خودخواهی خانم گل کنه. مطمئنم الان داره به مامان میگه من چه آدم خودخواهیه. مطمئنم الان داره به بابا میگه من همش دستش میندازم. و اینکه من شلختم و یه خط تو صورتم نمیکشم. و اینکه من براش اعتماد به نفس نمیذارم. و مامان بلندخند نگاش میکنه. و بابا سعی میکنه اخ کنه و گوش بده. و من مثل همیشه تنها کاری که ازم برمیاد اینه که عذرخواهی کنم و برم تو اتاقم. درو پشت سرم ببندم و بگم شب بخیر. شب بخیر. امروز کجا فخر خانم؟ بر دی بیلدینگ. برو ماما. برو پسر. سلام. سلام علیکم. چطوری؟ سلام علیکم. چطوری؟ پاره بود. ایوا. ایلیا. ایلیا برو ببخشید. خب ایلیا این چه کاری بود کردی؟ خانوما چشم روباه یکی باز یکی بسته با شمارش من شماره 1 کمونا بالا 2 کشش 3 دیلیت خوبه همه رو خط عقب لطفا خانم زمانی بفرم همه مراقب باشین مراقب باشین لطفا حاضری ریلیز کسی طوریش نشو تیرت بود گلدون چی کار داره؟ مگه گلدون به کتاب رفت داره آیا؟ سونامی اومده؟ آقا اینا چی نمیشین برای پری و طلب بود؟ پری طلب بود که؟ همه چی تیتاب کتاب نوشته جفته ته پس بالاخره اسمشون معلوم شد شما اول صبح باشید اومدی اینجا این گراز تشنه گرازشو که من نبودم اصلا هم انسانیتی نبود آقا دیروز که شما رفتید من زد اینجا من نوشته شما رو برش خوندم نمیدونم چرا پاشد اومد اینجا آقا جان آقا خود نکنی گرم ایفر توی حلقه اصلا شده چه باید نشید چیجی بلاخره خلاکاریش باری یه آقا شما که نمیخواییم با همچین زن بی ادبی دهن به دهن بشین مثلا اسم خودشو گذاشته نویسنده شما بگید تاش بفهمم با کی طرفه وای نه آقا ولش کنی از اون که چیزی کم نمیشه برای شما خوب نیست همون یادداشتی که برای کتابش نوشتیم مثلا هفت پشتش بسته وقتی براش خوندم آتیش گرفت خانم لطفا باهاش تماس بگیرید من این شماره ای ازش ندارم هر دفعه خودش زنگ میزنه منم یادم رفت یادداشت کنم خب پس تشریف ببرید با آقای جاهد تماس بگیرید نکنید رو خدا وقتی کار به دادگاه میکشن شهر درست میکنه حاصله اینا خانم من با وکیلم یه کار دیگه دارم لطفا تشریف ببرید با آقای جاهد تماس بگیرید چشم یعنی آقا جلال شما حریف یه خانوم نشدی؟ خانوم؟ حیولا قدش دو برابر من دستاش آه کلوفت ماشالله ماشالله این بشترا کتاب میگفت تیتاب آقا اصلا من ندیدمش این باد اومد این بر رفت این
شالیزار قرمز هم ایشون پایچه چه شما کاشتن؟ خورد به توالت. چی؟ به آینه توالت. یعنی چی؟ خب این خانم پته حیولا خب اومد چیفی شد چرخون پرتاب شد به طرف سر من، من سرمو جاخاله دادم چرخوندم خود به لبه آینه. آینه اصلا معلوم. بله آقای جاید پشت خطم صحبت میکنم. سلام جاید. دیشب هر چی زنگ زدم جواب ندادی. چی میگه این زنه منشید فریر تلتپور که داره؟ چه میدونم سر دفعه گفتم با این زنه درگیر نشو. آره از شانس ما هم عتیقه هاش به پشت ما میخوره. بولا قاصر چه آخه میپرسید یک گوش به دیگه چاپخانه دیوانه خانه دیشب چه کردی با مریم؟ کارایی که گفتم جواب داد؟ بلندن سر عزیز چه جورم؟ ببین یه لحظه گوشی ببین جاهل ما تصمیم خودمون رو گرفتیم، برو پرونده ما رو به جریان بنداز. پرونده؟ کدوم پرونده؟ پرونده خودمونو، من و مریم رو میگم. دلمو شاد کردی. از اولش باید میرفتی تش. گفتم که جواب میده. آه توی گفتی آخه میخوای مشکل ما رو بری حل کنی. خب دیگه اینطوری برای همیشه حل میشه. حل شدن یعنی بین بردن. تو قند تو چایی حل میکنی. یعنی چی؟ یعنی بینش میبری. بعد تش چی داری؟ چای شیرین. چای شیرین. ببین دیشب مریم یه حرفایی میزد، یه کارایی میکرد، اصلا سابقه نداشت، انگار یه آدم دیگه شده بود. اصولا زنها یه آدم دیگه هم و همیشه همه زنها دارن علیه همه مردای جهان توطئه میکنن. تو خودتو نجات بده بدبخت. تو مطمئنی تصمیم درستیه؟ شک نکن. نمیدونم آخه اینجور مواقع معمولا دوستای آدم مانع آدم میشه. مانع و سرعتگیر مال اینه که آدم ها با زنها برخورد نکنن. وقتی هم که برخورد کردن با جر سقیل جداشون میکنن. اون جر سقیل منم. الو 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 چاپ و هنر گرافیک انتشارات نمایشنامه؟ بله ولی شما اومدین رو خط ما. خودم میدونم از وزارت برنامه بودجه مصادره اوقاتون شدیم چون جناب وزیر میل دارن که در مورد یک کتاب خیلی مهم با شما صحبت کنن. با من؟ وا پس با کی؟ الو در پی افزایش مخالفت ها با طرح اصلی وزارت رفاه و تامین اجتماعی برای افزایش سن بله. بازنشستگی از چرا اخبار پخش میشه؟ من چی میدونم؟ نه نه از این برده به هیچ کدومشون بگم. خیلی خوب آره اگه بخوایی این کار رو کنی که. الو الو کجایی؟ جاهد هستم. جاهد چی خریدی ها؟ الو الو کجا؟ خواهی ببخشید های جاهد تشفه بود چشم. سلام و بعیده که روزتون بخیر خانم شکویی. سلام آقای جاهد، زمانی هستم، لطفا من از شر این اسم خلاص کنید زودتر. درستش هم همینه چه کاری آدم اسمی که عمر و زحمت و بدبختی به دست داده به راحتی از دست بده. این در مورد شوهر شما هم مستحق داره، بالاخره اون هم سفره از باباش گرفته. بگذاریم، قرار محضر رو کی بذاریم؟ البته شما به عنوان یک وکیل باید سعی کنید ما رو آشتی بدین فکر میکنم. بله کار وکیل حل و فصل مشکلات. فصل هم که میدونیم یعنی جدایی. جدایی هم همیشه بد نه، مثل جدایی پنبه و آتیش، مثل جدایی عسل و خربزه. خربزه. پس امیرم موافقه؟ تردید نداره. من جاشو بودم شب خونه هم نمیرفتم. آقای جاهد ما هنوز زن و شوهریم اگر اجازه بدین شما. فقط تو شناسنامه هست، اونم پاک میکنیم. بره بره. با عظمت کارو فراهم کردم، فرم امضا. مگه شما خودتون تشریف نمیارین محضر؟ من پا تو محیط نمیذارم که مملو از ظلم زنان نسبت به مردانه. خواهش میکنم. خواهش کنید. سلام آقای جاهد.
بیمه عمرتون حاضر درجه یک تا نوه و نتیجه تون تو وان کرن، تنظیم وصیت‌نامه تون هم شده. الحمدلله، هر چیز زودتر بهتر، چون آدمی آه هست دادم. شما دو فکر دیگه بزنی من به رحمت ایزدی پیوستم. ببین من چی میکشم؟ اون یکی موضوع چی شد؟ موضوع شما که ابزار مفسده نداری. خدرش برای اینکه عیالت هم به مفسده نیفته، یه دونه از این خود راه براش بخر که خود به خود آتیش میگیره. به طور قانونی خودش میره به جهان باقی. خیال همه راحت. خدا این چه عادت مکروهیه که شما در محیط مقدس کار خدای نکرده با مرد نامحرم قرار میذارید؟ بله، حالا امکان افتادن به گناهش به کنار، هر لحظه که به وقت شخصی شما میگذره این بیت المال که تلف میشه. با این وضعی که جناب عالی کار میکنید، بعید میدونم قبل از اینکه بنده به رحمت خدا برم شما صورت حساب ماه دهم رو هم به من بدید. آقای فیلم هم ببینین، جدیده و اکشن. در زم برات وقت بیمارستان گرفته بودم، الان وقت عملم دادن، برو اقدام کن. چهارش این صورت حساب ماه ده، این صورت حساب ماه یازده، این هم ماه دوازده. حالا شما بفرمایید این لپتاپ هایی که قبل برای مدیران بگیریم چی شد؟ احسنت احسنت. کار میکنه اون توی یه ساعته رفته خواهی ببینه اصلا شما کار خواهی بگوه اما میگرد خواهی نکن اصلاب نداری یا بله بله ببین آب قطعه قطعه؟ قطعه؟ داد نزن. آره ببین میتونی یه جوری آب جور کنی؟ گیر کردم اینجا آب چی قطعه؟ من از کجا نوشابه سفید میارم. من هی سفته رو از شهرم جه پیچاش حد شو بجوی چه باز بکنم اینجا آخر باش در اینجا یه باش از یه فشار بگیم. خانم رئیس آقا فاضلاب چی شد؟ پشت خط تن آقا بفرمون صحبت کنی. خانم شما مسئول آقا منطقه هستین؟ بله. شما کارتون چاپ و نشریه کتابه؟ بفرمایید. یه عرض کوچیکی داشتم، یه کتابیه که خانومی بسیار بازوق نوشته این کتابا. شما خانم طلعت‌پور رو میشناسید؟ چی؟ پری طلعت. ببینم منظورتون همین نمایشنامه مردان علیه زنان علیه مردانه؟ خانم شما رو چه به کتاب و نمایشنامه؟ آب منطقه رو واسه کنی مردم با نوشابه سفید نره. شما به من بگید این کتاب چاپ میشه یا نه تا منم به شما بگم آب واسه میشه یا نه. بابا عجب آدمی هستین. این درست شدش. الانم میام چپم میکنم درست میکنم. من میگم دشمنه یواش فشار بده. شما بکوب. آفرین. برای چاله. من طریقتی هستم. حدوداً 80 سال سن. همونطور که ملاحظه میفرمایید 7 سال به من. سند ازدواجت میخوای چیکار؟ میخوام پیش خودم باشم. سند ازدواج باید پیش مادر زن باشه. مگه نه بلبل جان؟ بلبل؟ بله شما درست میگی. چرا؟ واسه این که مدرک زن و شوهر بودن از خود زن و شوهر بودن مهمتره. اگه نباشه کجا معلوم دو نفر زن و شوهرن؟ از این حال با حالی که شما و مامان دارین هیچ رفتی هم به مدرک نداره. من امیر اگه صد جور مدرک هم داشتیم یک لحظه از این حال نداشتیم. بلبل جان جانم ببخشید خیلی معذرت میخوام روم به دیوار نمکش کمه کمه ها نمکش که زیادم بر نیست هست اینم برای بی نمکش
چرا ناراحت شدی؟ من که حرف بدی نزدم. من ناراحت نشدم. تو هفته هر روز داری ایراد میگیری از این نمک. هر روز سر نمک بیار من سر غذا بریزم. فشارش رفته بالا. خب این کاری که بلد نیستی یاد بگیر. غذایی که بلد نیستی میگفت نمک نخوری. برو بپرس ببین چجوری غذای با نمک درست میکنم. تو همه کارا رو انداختی گردن من. من همه کارا دیگه تو خونه افتاده به عهده من. آخه این که نشد. تو نشستی فقط احرام کار. غذای من دست ده. ای بابا ببین که من بهت بگم نمک. ای سلام فویدانی چی کار میکنی؟ مگه شما قهر نبودیم؟ هرچی بابا ما قهر نکردیم که دعوا کردیم بلبلی باختی آقای جاید تماس گرفتن گفتن قرار امروز مغزا یادتون نره. هرچی یادم بره اون یادم نمیره. این حوالای کاغذ چی شد؟ رئیس اتحادیه فرم امضا نمیکنه. چرا؟ آخه همه مردان علیه زنان علیه مردان میشه مزخرف باشه. آقا شاهکاره. البته خودم نخوندم ولی خانومم خونده. دیشب قسمم داده بدم چاپش کنه. طفلی الان 10 سال بود هیچی از من نخواست. حالا نمیشه یه ناشر دیگه این شاهکار رو چاپ کنه؟ به نه دیگه ما میخواییم این کار وسط های نمایشنامه نویسان جهانی چاپ بشه آقا. کار من نیست آقای فوتوبت. باشه پس مجوز و اینام کار ما نیست ها. کاغذ ماغذ هم باشه برای بعد. خانم زمانی 10 دفعه صدامو زدم. شاهداتون کو؟ شاهد کجا بیارم؟ اونو نمیدونم. فقط من یه روز دیگه وقت نمیکنم بیام. پس از جاری شدن صیغه مربوطه هر چه سریعتر محل را ترک کنید لطفاً. قربونت برم دیگه شاهدمون تموم شده. ولی برو پایین همین بقالی دم در همه رقمشو داره. ممنون. بدون شاهد وارد نشوید لطفاً. آقا سلام، یه دونه از این شاهداتون میخواستم. عروسی یا طلاق؟ طلاق. زن میخوای یا مرد؟ زن. باید دوتا ببری. چرا؟ خب مرد یکی زن دوتا دیگه. یعنی چی؟ چه فرقی میکنه؟ یعنی چی نداره خانم؟ اگه شاهد زن میخوایی باید دوتا ببری. یه دو غلام الان داریم. ولی قانونا مرد یکی کافیه. خب دوتا زن چقدر میشه؟ فرقی نداره 10,000 تومان. از طرف عطرخونم سفارش شما رو کردن. 9500 هم قبوله. آخه عروسی چنده؟ 7,000 تومان. چرا عروسی ارزونتره؟ خانم آزادی بیشتر از اصالت میارزه. خانم ها بفرمایید. این مشتم هم بگید که اینقدر طولش نده دیگه. شهادت تا زور که طول نمیکشه که. Tutto quanto, ma hai mentito? Ma come hai potuto? Sei senza criterio, un uomo indegno. Ma ti hanno detto che avevo un mestiere, siamo arrivati qua, viviamo in povertà, io ho lasciato tutto. شما تحصیلاتتون چیه؟ لیسانس مهندسی خردگی.
خیلی ممنون آقا، چه هم میشه؟ اینجا محل کارتونه؟ چی؟ تا کی سر کار هستی؟ آقا کرایتون چقدر میشه؟ منتظرتون بمونم. آقا پرسیدم کرایتون چقدر میشه؟ من برای کرایه شما رو سوار نکردم. اینم کارتم. خانم لطفاً این کارتابل رو بیارین. شما جایی میخواییم برین؟ نخیر. آقا تهران شما کاری دارین؟ نه. پس برای چی اینجا واستادین؟ چی میخواییم؟ من برای چی اومدم؟ من بهش گفتم. چرا؟ حالا دیگه. حالا دیگه؟ من میگم چرا دوتایتون با هم میان تو؟ تقصیر من نیست؟ خب پس برو پی کار آقا چرا، برو. آقا شرم نرو. خانم من کار دارم، زندگی دارم آخه. بلو خورخوره چه نیستش، محضر رفته به من چه، به شما چه. جواب این نامه تایپ بشه من امضا کنم. چند بار آقای مدیر اومد سرکشی کرد و رفت. سلام آقا. سلام. سلام علیکم. علیکم سلام. این قرارداد خانم رحمتی موقت یا دائمه؟ اجازه بفرمایید. این کدومه؟ این صفحه هست؟ اون یکیه آقا، موقت هم. چند وقته؟ یه سال میشه آقا. دائمش کن. چشم. شما که این دفعه رفتی دفتر خانه، من مرخصی ساعتی رد کردم، ولی این دفعه بدون اطلاع جایی نرید. تو گفتی من رفتم دفتر خونه؟ مگه رفته بودی دفتر خونه؟ امیر خان یه زنگ بزنم احوالش رو بپرسم. من که سابقم بیشتر از این رحمتیه. چرا هزار دفعه گفتم این آیفون رو درست کن، من برای یه چای نخواد سه کیلومتر راه بیام تو بسیار. من میگم شما میخوای شما ماشمت بزنی یواش دشمنش فشار بده. اگه خواستی دیگه چه بلد نیستم درست نمی کنم. بلندتر فشار بده. من خودتون نشستین. آدم سنگ زن. سنگ زن سنگ بزن. جان برق ما داریم، شما ماشین نداریم. مال ما رفت. لطفاً باشی کار داریم. آقا شما رو کار دارم. برو پایین ببین چی کار داره. بله. سلام علیکم. سلام. سلام آقا. سلام علیکم. شما برق یه منطقه آقا با شما خیلی خیلی کار واجبی دارن. نخیر اصلا دفتر ما بگو کار من نیست، چاپ نمی کنم. چاپ نمی کنه، انتشارات نمیشه، اصلا ما این کاره نیستیم. بله جان. جدی؟ ببینیم دیگه حالا. بله؟ آقا میشه نجر چاپ نکنید تفحص میشه. اگه تفحص فش خاربار برم. آخه پری طلعتپور رو درد، پری طلعتپور رو مرض. آخه مامور اداره برق چه رفته به هنر ادبیات؟ جواب برو دیگه تو. جواب میدم. راست میشه دیگه، هیچمون به هیچمون نمیخوره. نه ادبیات فرهنگی ورزشمون، نه ادبیات برقمون، نه آبمون، هیچمون. وای وای نت برو دیگه، برو 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 آقا، برو برو دیگه. از جهنم الدایه. اه راست داگو سومه. موسیقی
وایسا. بفرمایید. آقا حرکت کن. آقا حرکت کن. آقا حرکت کن. آقا میرم بابا هوا. آقا من یادم افتاد آقا بفرمایید. آقا شما چی کار دارید؟ بفرمایید. بفرمایید. الان میرید. جلو چه خبره؟ هیچ 20 تا ماشین زدن به هم یه خرد و خریه به خاطر یه زن. آره سلام خانم، یه سوار اتوبوس شو. خانم بفرمایید. یه سوار اتوبوس شو. چیه؟ مگه آدم نیدی؟ برو دیگه بچا برو. آقا برو ببینم، برو ببینم. خانم سوار اتوبوس شو. طوری نشدین که آخ نامرد زد و در رفت دیگه. میخواین سوارشین برسونمتون درمونگاه. شما چرا شما نزدین که آخه؟ اگه فرقی هم میکنه. خب اگه فرق نمیکنه پس باش. البته باید سمتون میشم و آخه بفرمه بفرمه. ماشین میاری یه جور دردستم، نمیاری یه جور دیگه، خصوصا با این سوارهایی که این روزا اصلا مراعات حال پیاده ها رو نمی کنن. خودتون دیدین که. البته من شخصا حاضرم تمام مشکلات ماشین نیوردن رو به جون بخرم، فقط به این دلیل که از هیچ فرصتی برای همصحبت شدن با آدم ها نمی گذرم. البته جامعه شناسای بسیار کمی هستن که اینطور فکر می کنن. من همیشه به شاگردام توی دانشگاه، آخه میتونید من توی دانشگاه صاحب کرسی هستم، البته نه از اون زمستونیاش. میفرمودید؟ بله شاگردام توی دانشگاه. من همیشه به شاگردام توی دانشگاه میگم آدم با یه گوشه نشستن و کتاب نوشتن و کتاب خوندن که جامعه شناس نمیشه. یک جامعه شناس باید توی جامعه وول بخوره، باید بین مردا آدما بچرخه، باید آدما رو از نزدیک لمس بکنه. اینطوریه که در مقام یک جامعه شناس شما میتونید بفهمید که پیرامونتون چی میگذره. الانم گرچه داشتم میرفتم زیر ماشین، ولی بسیار خوشحالم که با مرد بسیار متشخصی مثل شما آشنا شدم. این مسیر هر روزتونه؟ یه ماهی که عمدن از این مسیر رفت آمد میکنم. جدی؟ میشه بپرسم چرا؟ دنبال یه کسی میگردم. آها اگه حالا قضیه خیلی رومانس نمیشه میتونم بپرسم کی؟ شما. اون دفعه اسمتون چی بود؟ من اسمم نوشینه، ولی اصلا شما رو به جا نمیارم. اون دفعه که ناهید بودید، یه ماه پیش 15,000 تومان به خاطر کرای آژانس ترکم کردین، کیف پولم هم با 300-400,000 تومان پول بی زبون دزدیدین. آره یادتون اومد؟ آخه چرا تهمت میزنین بی خودی؟ فکر کنم اشتباه گرفته، نگه داری من پیاده میشم. به دک و پوزتون نمیاد؟ برای چی این کارو میکنی؟ آقا عرض کردم که اشتباه گرفتین، الانم تا جیغ و داد نکردم بزنین کنار نگه داریم پیاده شما. تو که هر روز سواری یه ماشین میشی ممکن اشتباه کنی، ولی من نه. جیغ و داد هم نگه داره برای کلانتری. کلانتری؟ کلانتری برای چی؟ بابا اینجا پیله ای هستی تو. 15,000 تومان پول نیست بابا که این بی صاحبم نی. دوزم خودتی. پس این جست جامعه شناسانه همش اداست. عینک رو بردو ببینم. این کارو از کیت میگیری؟ از امثال تو. میگم نگهدار، میخوام پیاده شم تو گیری افتادی بابا، نگهدار. حتی از کیا اینجوری گدایی میکنن؟ آره گفتم اون عینک رو بردار. یا بابا چیه؟ من کلفت یه خونه ایم که صابونه استاد دانشگاه جامعه شناسی درس میده. صبح که کلاس را خونه میاد بیرون، من لباساشو میپوشم، به بهانه خرید میام بیرون خریداشو میکنم. هم کرایه ماشینش واسم میمونه، هم یه چیزی تش. ثوابش هم مال امثال تو. راحت شدی؟ گیر آدم ناتو بیفتی چی؟ هر کاری سخته خوشو داره. بله مالا هم سرم اومده، ولی خب میارزه. بیا با آقای کن بی خیال ماشو. اگه یه مردو دوبار ببینی چی؟ یه مردو تا 100 دفعه میشه خر کرد. چیه مردم که میگم و 100 دفعه. مرد نبودن اونا که خر کردی. کیفمو بده تا بذارم بری. بابا جب دیری هستی تو.
سه هفته از خود تا انتر و منتر کردی واسه یه کیف پول. بابا ما شمردنی یه کیفو ور می‌داریم، باقیش هم بقای سفورا. تو رو خدا بی خیال ما شو. بی خیال شم به همین راحتی. خب بی خیال نشو. خب بری کلا تری چی بگی؟ خوبه بریم اونجا داد و هوا را بندازم بگم آقا بله. بله. بله چی؟ خب تو نزن به اون را. همتون ختم روزگاریم. و اینا کس واسه خاطر رضای خدای خانم تیشان فیشان سوار نمی‌کنه 15000 تومانم به سرفه. این 15000 تومانم مزد منه که به جای زناتون حالیتون میکنم مردین هنوز ار با همتون. آقا اصلا بریم کلانتری، من شاکیم. میزنی در میری یا میزنی در میری؟ بچه زن نامحرم سوار کردی؟ چرا منو سوار کردی ها؟ چرا منو سوار؟ یه خرجی بچه‌هاتو بده. چرا نمی خرجی بچه‌هاتو بدی؟ دیگه چش میدونی چقدره؟ ببین چشم چیکار کردی؟ بیا دیگه چشم بده. خیلی خوب برو پایین. چشمو چرا اینجوری کردی؟ برو پایین بدی. خیلی خوب برو پایین. بریم کلانتری. برو پایین. چیو برم پایین؟ اینجا که اصلا شرق و غربش معلوم نی. تو بونه چیکار داری؟ واسه 15 تومن تو کاسه بکن. برو پایین. فقط شانس بیاری یه بار دیگه هم دیگر نبینیم. تو شانس بیاری یه بار دیگه به پست هم نخوری. تو دومی زنی هستی که اینطوری بغلش میکنه ها؟ خب اولیش که خب معلوم خودم هم دیگه. ایلیا جان، ایلیا، ایلیا ماما شلو چه زوره. ایلیا، ایلیا چی شد یه ها؟ سلام بابا. سلام آی سوینا، تو طلاق گرفتی؟ شما از کجا فهمیدین؟ طلاق که الزامی نبود. خب من نمیخواستم، امیر خودش من انداخت توی بازی. از زم رفتم این راننده برای تاکسی من رو سوار کرده. همین کاش میزید میدن و گوش بروشی چلو سبزی فروشی اونجا همه این ماشینا زدن دارم دیگه. این پسر ایلیا همه شمشیر میکشید رو من از اون چشمش. منو ببینه حالا منو گرفته گردنم و بند نمی کنه. ببین چقدر حال میزیده من بابا. نه اصلا چی بگم، ممنون تو زحمت افتادین. خدا بس نیکم یا آقای آورده بیرون منتظری واسه دین شوناش همه اینجوری اینجوری میکنه. چقدر بیریخته. بیرون کجا؟ باشه اونجا دیگه عزیز من، کلی کار مونده. زود کجا داری میری؟ همینجا بریز دیگه آقا. ما باید واسه خیابان نریم. یا کلی کار مونده آقا. مواظب اون ستون باش. آقا چه خبره؟ کله داریم میکوبیم آقا. میکوبین؟ برای چی میکوبین؟ برای چی رو نمیدونم. به من گفتم بکوب، منم دارم میکوبم. کی گفته بکوب؟ بله چه هست؟ آقا بلا سرمون نازل اومد ببین چه میکوبه. اصلا کله یه ریز دارم میکوبم. اصلا استراحت. هی توضیح گفتم نکوب کوبیدن. تمام نشدم نکوب کوبیدن. خیلی خوبه بکوب بکوب رو انداختن. یکی این آدمیزا بگی اینجا چه خبره؟ آقا بدبخ شدیم. کار خودشه. فکر کنم میخواد کوبیدن. کی؟ همین کلاتور دیگه دستور داره کل ساختمون خراب کنه. چیکار هستی؟ من مولد داده که اینجا رو تخلیه کنیم. توی کیردای؟ بی خود به مالک ساختمون زنگ نزنید، من قبلا تماس گرفتم. حرف گوش نمیکنین دیگه. من هزار دفعه سه ماهش میشم شو برین قراردادو تمدید بکنه. خب کل ساختمون فروخته به پری طلب بود. میگه دیگه شما هیچ حق ندارید، نمیتونین اعتراض کنین، نه دستتون به جای بنده. برید درم ببندید. خب من در ببند واسه تو فهمم تا بعد قرارداد تمدید کنین. حالا دمم ببند بفرما بستم. آخه دیجان اینا آرام آرام شد. باسه با میگه مشکلات هر دست دیگه. شما چی جون من میخواید؟ عزیز من یه نفس راحت بگیر تا قبول چی دارم من بهت بگم. اینو از من نشدی بگیره. جای درس بده نکنم. من دارم
یه دستکش قرمز بود. صبر کن ببینم. خانم روسا پادگان آقای چی شده؟ چیز مهمی نیست، فشارشون افتاده پایین، احتمالا مال کار زیر آفتابه. من میتونم الان با شرط بزنم؟ الان بیهوشم، به هوش اومدن خبرتون میکنم. آقا این ماشین من کو؟ بردن دادش. بردن؟ با جرثقیل بردنش. چرا مگه پارک ممنوع اینجا؟ نه داداش، ما ماشین جلوی خیلی کیپ تا کیپ پارک کرده بودی، جلویی رو خواستم ببرن نشد، مال شما رو بردن. ولی واقعا عجب ماشین داغونی داری ها، سیبکاش قشقش میکرد، دندش هم خوب جا نمیرفت، موقع رفتم یه چیزایی ازش افتاد، نفهمیدم چی بود. اتومبیل شما با شرایط بهتر به خانم پت واگذار میشود. با احترام الف خیر. میفرمایند به جای اینکه قرض زده میشید و هی گل میخرید و اسراف میکنید، به فکر ایتام باشید. اینو هزار بار توضیح دادم، مگه چند بار باید توضیح بدم؟ چرا اینجوری به من نگاه میکنید؟ واسه من نیوردن که، واسه این خانم زمانی آوردن، همینجوری هم دارن گر رو. در ادامه میفرمایند هیچ کدومتون لیاقت دائمی شدن. خیلی خوب دیگه بریم. ببخشید جناب علی، من مادر ایشون مادر من هستم، من نمیشستم این موضوع ما آقا جلال بشم، برای همین به مادرم گفتم. این اداها چیه؟ خب دیگه همینه دیگه. به جای این حرفا بریم ببینیم پری تردپور یه مقاله کتابی چیزی جای چاپ نکرده، بشه آدرس و شماره تلفن ازش به دست آورد. البته این کار احتیاج به اینترنت داره که فعلا برق قطع. با اجازه. خانم ببین از 118 نمیشه شماره‌اش گیر آورد. متاسفانه این کارو قبلا کردم، گفتن تا آدرس نری نمیتونیم شماره جدید بهتون بدیم. در ضمن شما لطف کنید همه کاراتون رو یه جا بهم بگین، چون مادرم پاش درد میکنه، نمیتونیم دم و دقیقه بریم بیام. با اجازه. بفرمایید. ساعت 9 رستوران شام آخر، زنی که به تو توجه نمیکند. بهته غذا تو بخور. دیگران چیکار میکنن؟ غذا میخورن. نگاه کردن داره نه؟ ناراحت میشن ها؟ نه؟ کاشتیانی قابلمه. ای ببخش، معذرت میخوام، طوری نشدین که. نه خیر. صورت حساب شما مهم نیست،
توجه نکنید. شوهر باید شده این هم صورت حساب اون خانی که اونجا نشسته خواست شما رو نکنید. ببخشید خانم. بله. به شما گفتن شبیه آنجلینا جولی هستی؟ بله تقریبا همه میگن. تقریبا همه خیلی اشتباه میکنن، برای اینکه اولا ایشون خیلی زن زیباییه، دوما اصلا مزاحم کسی نمیشه. با یعنی چه آقا شما اومدین مزاحم من شدی؟ مزاحمتی نیست خانم، من فقط میخوام شما رو از اشتباه در بیارم. برید خانوادهتون رو از اشتباه در بیاری. ولی اونا اصلا دوچاری همچین تصوری نیستن. اصلا به شما چه مربوطه که من چه تصوری دارم؟ شما اتهامتون این هستش که گفتی این خانم شبیه به کی هستن؟ من نگفتم شبیه کی هستن، گفتم شبیه کی نیستن. نیستم. اصلا به ایشون چه مربوطه که من شبیه کی هستم؟ بله اصلا به شما چه مربوطه ایشون شبیه کی هستم؟ بله به من مربوط نیست، فقط خواستم که از توهم درشون بیارم. پس مزاحمت کار همیشگیتون؟ همیشه نه، شاید یه عکس العمل در مقابل مزاحمت‌ها اینجوری. بفرمایید، یه مزاحم حرفه‌ایه. خوب شد گیر افتادید. البته با خصوص بچه‌ها. البته حضور خودم اونجا به خاطر ترکیدن لوله آشپزخونه اینجا مهم. وا من لوش دادم. خب البته ما شما رو از شما لطف دارین. آشیانی چایی؟ ببینید جناب سروان، من نه این مزاحم حرفه‌ایم نه فراری به دام افتاده، من فقط در مقابل توجهات بیش از حد این خانم عکس رو من نشون دادم، همین. ببین من نمیفهمم چی میگی، خودم اونجا بودم داشتم برای این سرباز غذا میگرفتم، اینا رو هم بذار برای دادگاه بگه این مشخصات پر کن. نه نیستم. بابا این طرف روانیه، همه منتظرن یکی بهشون توجه کنه، این یکی برعکسه. خب خانم شما مشخصاتتون رو بنویسین. اینو سیونی هم که چایی رو نبود. علت شکایت رو چی بنویسم؟ بنویسید من به شما تهمت زدم شبیه آنجلینا جولی نیست. ببخشید شما ساکت باشین، علت شکایت کاملا معلومه. شما میدونی اصلا با گفتن این جمله اساس خانواده رو داریم به هم میریزین؟ نمیدونم چه بسا همین دیش و ماهواره و اینا کار شما باشه، چرا ما این اسما رو نمیدونیم؟ شما اومدین که اساس زندگی اجتماعی رو به هم بریزین. فقر، بیکاری، نمیدونم بی‌عدالتی، این آنفولانزای مرغی، تحریم اقتصادی، داوری جشنواره فجر، همه اینا. آشیانی بیا اینو ببر بازداشتگاه. ها؟ آره دیگه. سلام علیکم آقا. عرض نکردم که شما شانس بیارین یه بار دیگه هم دیگر زیارت نکنین؟ آقا دانشجومه ببینم اسم این خانم پریه ترتپور نیست؟ من چه میدم آقا، بفرم بفرم. بیکارت دار بینرم یا من شام خوردم ممنون. چرا؟ خب اونی که دنبالش هم من میبنه رستوران شام آخر، من نمیدونم تو برای چی اومدی کلانتری. خب تو یکی از این پرونده ها من خوندم که نوشته میشه. آقا درست این که خوشت میاد همه رو بذاری سر کار؟ نه چطور؟ پنده کفش رو تو برو بابا، برو برو، ما رو سیا نکن، پشت استفاز فشار قویه. طرف که خیلی عواطو داره، ببین چه وثیقه سنگینی برات گذاشته. و اینا آشیانی بیهوشه. جاهد وکیلمه، یه جورایی مثل برادر بزرگتر. جاهد کیه؟ خود تو با اون رو نزن، من پریه تلتفورو میگم. کی؟ کیه که میتونه سند اتوبان کرج رو بذاره؟ مگه اتوبانم سند داره؟ برو برو خدا وکیلی دیگه، با ما از این وضعی ها نکن، ما رو توبیخ میکنن، گناه داره. شما دیدینش چه شکلی بود؟ یه ملک اتوبان؟ دقیقه یه لحظه دور یه خانم لاغر دیگه. نه این چند روزه ماشین تو رازه مداری؟ تنه بابات داره تو گور میلرزه، گیره القاعده میافتادی سرنوشت رو بهتر از این بود. چرا؟
با هزار دوز و کلک میندازتت زندان، بعد سند اتوبان میذاره بیای بیرون. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ منم پرسیدم یعنی چی؟ یعنی مصیبت، یعنی جنگ هسته‌ای. اصولا زن مثل اورانیوم غنی شده میمونه، چون اورانیوم و زن تنها موادی هستن که دائم وزنشون داره تغییر میکنه. الکترون هم همون احساسات بی نظم و چرت و پرت زنانه است که خودشون اسمشون میذارن عشق. تا اینجاش فهمیده الان چی دارم میگم؟ بله بله. حالا عشق در یه نگاه میدونی یعنی چی؟ بله، عشق همون الکترونه که از چشم آزاد میشه. وقتی این الکترون با اورانیوم غنی شده برخورد کنه چی میشه؟ جنگ هسته ای. گردو میخوای؟ گردو، گردو، گردو میخوای؟ آره شاید همشو. راستی همشو میخوای؟ فالی چنده؟ 1000 تومن، اگر همشو بخوای 950 میدم. همش 1200 گردو مال خودت. چت دیوانه شدی؟ نه، میخوام یه کاری برام بکنی. الان خلاف نیستم گفته باشم. کی هست تو اینجور زمانه؟ هر کدومو دلت میخواد وردار بپوش. چنه از اینا میفروشی؟ نه. پس مگر چنه نزن داری؟ هنوز یکی. یکی؟ که تا آخر عمرشم 100 دفعه بپوشه تمام نمیشه که. ولی یه دفعه هم نپوشیده. پس میخوای من جای اون برات بکنم تنم؟ برای چی من این همه دخترای قشنگ هست؟ آخه یه جورای شبیهشی. علی تو اصلا شبیه مراد نیستی. مراد میخواد از اینا بپوشی؟ آره، 2 دانه از اینا برام خریده، اینقدر کردم تنم شسته میشن که تمام رنگشان رفته. کیا میپوشی؟ هر وقت مراد بخواد ایتر. اگه نخواد نمیپوشی؟ یه وقتای بی هوا میپوشم حالش خوش میشه. لباس برای پوشیدنه دیگه، اگر نپوشی این اینا نو میمانه. ولی این اصلا جنسش خوب نیه، پولیستره، حق داشته نپوشیده. وای این چه عروسیه. همینو بپوش. اینجا؟ آره من میرم اونور. هی آقا خوابی؟ بالاخره گردو میخوای یا نه؟
الان بیداری ماما؟ نگفتم هنوز آمادگیشو نداری؟ طفلک امیر، ساعت 12:25 دقیقه شب این جغد روانی اومدی. سلام. چه شوخی بامزه ای. شوخی سلاح مرد است، مثل غیبت که سلاح زن است. کتابی های اونا بردن. چه مرگته؟ بریدم. از چی بریدی؟ داره بازیم میده، پیداش میکنم. بیا بشین ببین دیگه این فجیتر باست تو دعوای این مسیحی هم پای زن در میانه. بیا بشین ببین، اگه خوشت نایمد بیدارم کن با هم حرف بزنیم. شما وسط فیلم خوابم میبره. میگم دست ما نزم ایسا تو دهنه تا عجب دست ما نزم بله زنه کو؟ کدوم زنه؟ برای چی منو بیدار کردی؟ ببین پیدا کردم. چیو؟ ما هر جا میریم از خودمون نشونه میذاریم. نشونه نویسنده چیه؟ احضاری دادگاه. نه کتابش، مردان علیه زنان علیه مردان. هری پاتر برای مقابله با زنان جادوگری آموخت از زنان. کاهن معبد سومر در حالی که از معجون خود جوشش قطره‌ای به سر نیزه ها میکشید گفت: باشد که اسرار قبیله ما زنان تنها پیش خودمان بماند، باشد که داننده آلزایمر بگیرد، رانده شود به جهان. آموزه 1386 نیاز ما به زنان کاملا از نظر جسمی است و هیچ نیاز روحی به زنان نداریم. چرا؟ و همه ما دانای کل هستیم، البته از گردن به بالا، ولی از گردن به پایین ما مرتا با گراز، شیر نر و ببر بنگال هم تراز و هم نیازیم. به همین دلیله که به ماها میگن حیوان ناطق. و این حیوان ناطق این دلتبور مرده، اسمش برد گم کردنه ولا مرده. چی؟ به جون خودتون هم آشناباش، همه ما رو گوش سر کار، همه دارن نقش یکدیگر رو بازی میکنن، زنا نقش مردا رو، مردا نقش زنا رو. جغده روانی این چه حرفیه میزنی؟ سلام سلام سلام. بفرمایید. سلام خانم زمان، چپکت خروس میخوره. از نوبت تو پشت گوشتو دیدی که منم دیدی؟ هیچ وقت هیچ جا. پس یه دقیقه با پیش آقای رئیس کارت داره. منو؟ آره، از صبح تا حالا 10 دفعه سراغتو گرفته. برو دیگه. سلام. خانم زمانی اون طرف هستن. ببخش. خانم زمانی، خانم زمانی، خانم زمانی. چرا که نه؟ شفا پیدا کردی؟ شما طلاق گرفتید، منم شفا گرفتم. گردنتون این طرفی نبود؟ چه فرق میکنه؟ شما گردن رو چی کار داری؟ این دست فور بیزنس، ایتس فور لاف. کافه ترک، کافه فرانسه، کافه مکزیکن، ایتالیان. البته من خودم چای میخورم. اونم هربال. تی بگه هلو. That's it. پس بریزم. اگر مشکلی هست، من این گزارشات ماه قبل و همه رو تحویل دادم. نمیدونم چیزی شده. نایسی رو با حرفای اداری خرابش کنیم؟ میتونم یه خواهشی ازت بکنم؟ چه شرط بلد؟ بله؟
چشتو ببند بازم نکن. آقای رئیس واقعا خودتونین؟ خودم و خودت نداریم که. چشتو ببند بازم نکن. حالا چشاتو باکن. البته گرچه ولنتاین گذشته ولی خب بی مناسبت هم نیست. یک گیفت کوچولوه دیگه. گیفت؟ این مگه سهمیه مدیران شرکت نیست؟ بله ولی خب تا اونا بخوان نامه نگاری کنن و با بالا تماس بگیرن و نمیدونم چی و چی و اینا، خب به نوه نتیجه همونم قد نمیده دیگه. و منم چون به مدیرایی از نوع تو حساسم، البته از نوع پوزیتیفشم، گفتم قبل از اینکه اونا بخوان چون و چرا کنن یه کادو از من داشته باشی. چون و چرا؟ واسه چی چون و چرا؟ ژاپنی حرف میزنی ها. توی شرکت ما و توی همه شرکت های موفق مدیران در کنار لایق و فاخر بودن باید مزدوجم باشن دیگه. که چی؟ که یعنی متأهل باشن دیگه. و خب تو هم چی؟ یعنی طلاق گرفتی دیگه. منم شفا دادی. خب منم باید از تو دفاع کنم دیگه. این لپتاپو برگردون به رده های بالا. مثلا این لپتاپو نخواست. خواهش میکنم، تصمیمی که من و تو میگیریم مهمه و باید هم اتنا خوبی تصمیمی بگیریم. تصمیم من و شما مهمه؟ بله. خواهش میکنم آقا بذار ریشه ای بحث کنیم. ما یک سری از قوانین شگفت‌انگیز و انسان‌ساز رو رسماً به دست فراموشی سپردیم، اصلا تعطیل کردیم. یه سری سنت‌های حسنه رو که اصلا هیچ، همون منظورم سنت حسنه دائم و موقت دیگه. ببین من وقتی که فهمیدم شما از مرز میان امنیت و سلامت و مدیریت داری خارج میشی، به خودم گفتم من بدون خانم زمانی چه کنم؟ وقتی دیدم که مسئله شخصی شما داره وارد مسئله اداری میشه. من مسئله شخصی مو هیچ‌وقت وارد مسئله اداری نکردم. ولی من برعکس مسئله اداری وارد مسئله شخصی میکنم. بعدم به همین دلیل چند تا از خانمای رده بالا خودشون به من پیشنهاد کردن برای اینکه ما شما رو از دست ندیم. منتظرم که بنده سیغه رو جاری بکنم. شما تکلیفتون چی شد؟ هم ما رو علاف کردید هم خودتون رو. تا ما رو دیسی نکنید ولکن معامله نیستید. توافق بالاخره حاصل شد. الان از کنم میشه هیچ مشکلی شما نداریم. ببخش از ظواهر صوت خواهرمون اینطور برمیاد که ایشون مطلقه هستن. سه روزه که ایشون طلاق گرفت. بسیار عالی، بسیار عالی. چه بهتر از این جانم. اینو پیشت باشه. من معذرت میخوام، سر شما داد زدم، سر ایشون داد زدم. شما خسته نباشید. سه ماه و یک هفته و یک روز دیگه ایشون اداره نگه دارن، شما رو رها کنن، بعداً تشریف بیارید به سایت جدید بنده. کجا میری؟ خانم زمانی رو سریتون لطفا. It's for love, it's for business. دائم شدید یا موقت؟ وقتی جا چی شد پس؟ سم واسه چی میخوای استعفا بدی؟ مردی فقط این یکی نیست، این همه شد، این همه بقیه رو میخوای چی کار کنی؟ از این از زن بودنت که نمیتونی استعفا بدی. مردی که این مزخرف من میگه ایت فور بیزنس ایت فور لاف. پس به تو هم گفت؟ بعد این من پوستتو کلوف کنی مثل گرگدن، مثل تانک
خمپارم بهش اثر نمیکنه. خدا اینقدر این مرد رو جدی نگی، بعد همشون بدن. آقا گرگه، آقا دیوه، آقا دوسته، ولی خانوم همشون خوبن. خورشید خانوم، مهتاب خانوم. برای چی اونجا گرد و خاک میکنی؟ گرد و خاک نمیکنم، جارو میکنم. جارو؟ این همه جام هست، برو جلو در خونه یه دختر دیگر جارو کن. دخترها که جارو نمیکنم که، گرد و خاک ها جارو میکنم. دخترها؟ ببین، من نه حاضرم زنت بشم، نه سیغت میشم، نه باهات دیت میذارم، نه میلم به کابوچینو میره، نه حواس هویج بستنی کردم، نه با یه نی باهات آونار میخورم، زیر چترم باهات قدم نمیزنم، شابدار عظیمم نمیام باهات کباب بخورم، با یه فر ریحون نه گرلفرندت میشم، نه مادر بچه‌ات. فهمیدی؟ وای بابا، به کی داری حرفا میزنی؟ من چه پدر تو هستم؟ خودم هم زن دارم از صد تو بهتر. ایرکم بزنه. خدا همه تا شفا بده. پریخانه تردپور عجب ناجنسی. یعنی کی جاهد؟ تو دور و بر من کدوم مرده که میخواد من اینجوری داغون کنه؟ بابا لاغر تو همه زر فسفر بسوزن دیگه. من فسفر همون برای فکر کردن به زنها نمیسوزنم. جای تو هم بودم نگرشون میداشتم برای دادگاه تاق و جفتی که در پیش داری. بیا نم سهمیه امروزت. این چیه؟ احضاری دادگاه. باز کی شکایت کرده؟ کسی شکایت نکرده، شکایت طریقتی باز به جریان افتاده. امروز زارم با یارو تو این دادگستری از این دادگستری قرار داده. خودشه طریقتی، فقط یه ناشر میدونه با چجوری ناشر رو نابود بکنه. بنده کافی از منم بیزار هست. پری تردپور همین طریقتیه. به هزار یه دلیل فرضیت دوزار نمیارزه. چرا؟ ببین، اول اینکه غیر ممکنه که پری تردپور مرد باشه. این حتی اگه مردم باشه حتما زنه. چون روز زن که مرد شده، یا بهتر بگم مردی که حتما زنه، هیچ آدمی نمیتونه اینقدر مخوف باشه. فهمیدی؟ مطلقا نه. بذار لوریشو بگم. یارو طریقتی اصلا ایران نیست که بخواد پری تردپور باشه. یه سال پناهنده شده به گینه بیساو. چرا؟ چون این کتاب کودک چاپ کرد به نام شنل قرمزی، بعد خیرشو گرفتن که این جلد دوم همون عالی جناب سرخ پوشه. خب پس ما داریم کجا میریم الان؟ خب صبح بخیر، ما داریم میریم سربندی رو ببینیم. سربندی کیه؟ اونم از من شکایت کرده؟ نه، ولی میتونه به اون بگه چطور میشه وقتی که خودش تحت تعقیبه شکایتش دوباره به جریان میفته. الان فهمیدی؟ بله، الان خدمتتون عرض میکنم. جناب مجاهد، شما خودتون وکیل هستین، بهتر از بنده مستظرید. هر جا کار به بنبست بخوره، قانونی، تبصره چیزی وضع میکنن، را باز میشه. به خصوص اینکه این قاضی تربنده ما توجه خاصی هم به خانم ها داره. بفرمایید شما. دست درد نکنه. البته اینم که میخوام خدمت بگم کاملا محرمانه است. پرونده رو خود قاضیش به جریان انداخته. هم چیز غیر ممکنه، مگه اینکه پای زن در میون باشه. بله، پس چی؟ چی پس چی؟ قاضی پرونده زنه، تنها قاضی زن موجود. این جمله آخری تو یه بار دیگه بگو. قاضی زنه، ده بار که نباید بگم که. شوخی میکنی؟ خیلی هم جدیه، من با شما شوخی دارم. حالا این پاکت به کنار. این پری تردپور کیه؟ آدرس تلفنش بدم. متاسفانه بی اطلاع هم. حالا زیر میزه ما، زیر میزم بی اطلاعی. جان بچه ها خبر ندارن. عجب آدمی ها. بدبخت، چاپخونه در دست رفت. این پری تردپور چی از جون من میخواد؟ خاله بابا شیش بده بیام بیرون دیگه. بله همه تو میان تو اتاق خواهد بلد نیستی. هیچ چی دست نمیزنه برمیجردی ما. بفرماییم. وای بر من ای زها، چه چه میزان تو بدتجیبی با این لباس دلگشاور گناسه. زن اسیر مرد بد، هان او راست میگوید. ها ها ها، ای مرد بد، حال میبینی سزای بهانه دادنت را. نامرد خودتی ته، ای ماردوش بی آستین با آن هشت وارونه گناسی که به جای یخ یخ داری. و حب لباسش را که به قبل
سه جمجمه مرد لجباز است سب کن سب کن سب کن آقا من کدام لجبازه حرف نزن زهاد لباسش رو وارونه روی نعش مرد بد میاندازن نور میرود تموم شد آقا شما شب اینجا خوابیدی آخه این چه وضعی آقا چه فرقی میکنه بالاخره امروز فردا این سخت وقت خراب شدی من جناب عالی رو میگم آخه شما دور از جون شدین این جنازه باید یه جای بزرگ باشه یه جایی گل داره روباه داره گلده این متارسیم که سین داره آقا دیگه من طاقت ندارم شما رو اینجوری ببینم میخوام برم توی چاه داد بزنم دیگه والا نمیتونم بل من نمیتونم خسته شدم آخه آقا تا نیومدن سراغم بذار بهتون بگم کیا بیان سراغت من یواشکی شنیدم اینا اسم باغ نیست اسم آدم آدس وای ده دومون از کجا زد آقا ای بیرش کنار هم همره ای آی نزن بخوام یه حرف دیگه بزنم آقا تری با باشد که اسرار قبیله مازنان تنها پیش خودمان بماند خوانده شود به جهان خاموشی این آقا مثل بقیه بیهوش شدن ولی نکته عجیب اینه که رو گردن همشون یه خراش افتاده انگار یه تیر نازک از کنار گردنشون رد شده فشار خونشون افتاده پایین ولی دیگه یادشون نمیاد در چه وضعیتی بیهوش شدن قسمتی از حافظهشون هم حاک شده البته جایی نگرانی نیست مطلقا این ماده خطر جانی نداره مطمئن باشم ابد سومر در حالی که از معجون خود جوشش قطره به سر نیزه ها میکشید گفت باشد که اسرار قبیله مازنان تنها پیش خودمان بماند باشد که داننده آلزایمر بگیرد رانده شود به جهان خاموشی به جهان فراموشی قدمت این ماده مال 5000 سال پیشه اوه ای چرف هست نانا جان یه یار تو شکمت داره بشیم آزمایش بینیم چه میدن چی گفت؟ میگه یه بچه تو شکمته باید آزمایش بریم ببینیم چی آره؟ نه امیر خان ساختمون تا کمتر نیم ساعت دیگه به سر ما خراب میشه بله پس لطفا از خانم پیته دستدار اگر تماس گرفتن از طرف من تشکر کنیم میخوام از سلاتون جمع کنیم بیاییم منظر ما من جایی نمیرم خانم بیا بریم دیگه حالا برای من میدید که بخش دیگه همه هم شده که تو از یه حرفا نزنید دخواه این ساختمون جانم خوبه خانم تعطیل بگو دیگه نکوبه آره دیگه حرف نزن دیگه برو باشه الان میگم جمع میکنم بریم مرز پرستو ناجی پرستو مهاجر پرستو طلایی خودت قضاون به دهم بگیرین چی میگم الو رد قضیه رو گرفتم یارو اون دمکل افتاست قراره یکی بگه کجاست قلاب بندازیم بگیرمش تا هم باید رو هم بیایی ازم گوش میدی چی میگم لوریش اینه که زنها زیر زیرکی دودمان آدم و باد میده ما تیر اندازی و نورد شرافتمندان و تن به تن مال مرداست آره اتفاقا همین عیال سابق بنده این مربیش بنده خدا 10 تا سفره نصب کرد که این لاغر یه تیر بزنه بخوره به 3 متری سیب نشد مربی پیر شد مربی چشم روبا یکی باز یکی بست ریلیز قاضی منتظر کسی نمیمونه اونم قاضی زن خیلی خوب من پارک بکنم نه یای نمیشه نمیگم نمیام میگم میام پارک بکنم شما تو در آقا گیر نکن مهمه میخوام قاضیه رو دوتایی لوله کنیم بره که یعنی خاک سیاه مال دو ثانیه شد خیلی خوب پارک بکنم چشم گوش نمیده چی میگم فهمیدی الان چی گفتم بله بله بفرمایید شما من الان میام این قاضی زنه کجاست؟ پیچیده همین گوشه است آیا ساکت روز فرن ترجمه شده
شما همه تون اشتباه کردید. زن مثل اکسیژن میمونه، اگه نباشه مرد کبود میشه. آقا سیگارتون افتاد تو یقتون. شما همه تون از نظر روحی به زن نیاز دارید، چون حیوان ناطقی. ماما جان سر کجایی شما؟ نه ببینیم باشگاه تیراندازی مریم، من آدرس نه برای خودم که نمیخوام، مادر من با تیم هم داره تموم میشه دیگه. ببین این آدرس الو ماما جان، الو ماما جان، آره تو خیامم الان. بپیشم سمت چپ. ببینم خانم من با کی طرف هستم؟ با مربی تیراندازی؟ یه نمایشنامه نویس یا یه دوز؟ دیر اومدین، مریم رفت. ماما مریم چیکار دارم؟ اصلا شما منو میشناسین؟ انتقام چی رو داری از من میگیرین؟ ها؟ اصلا مریم میدونی که پرستو تراشم پری طلعت‌پوره؟ خوب راهنماییتون کردم، ولی این بار من پری طلعت‌پور نیستم. همه نشونا همیشه یه معنی نمیده. مثلا لباس ضحاک ممکنه شبیه جلیقه من باشه. ولی اگه بازش کنم چی؟ این شبیه چیه؟ من و اجدادم نسل هاست که توی شلوار راحتی. شلوار کردی؟ پس مریم پریه طلعت‌پوره. خیلی ها پریه طلعت‌پور میشن، فقط اسمش ممکنه تو زمانها و مکانها و زبونهای مختلف فرق بکنه. اصولا زنها وقتی ناراحت و غمگین میشن این آهن رو با دور هم جمع میشن، وقتی هم که خوشحالن از هم دور میشن، درست برعکس مردا. کتاب چاپ نمیکنی؟ از وزارت برنامه بودجه مصدق اوقات شدم. خانم شما که دوباره اومدین رو خط ما که میدونم، جناب وزیر اصرار دارن که با شما در مورد یک کتاب خیلی مهم صحبت کنم. البته خودم نخوندم و ولی خانومم خونده، دیشب قسمم داده بدم چاپش کنم. طفلی الان 10 سال بود هیچی از من نخواست. پری طلعت‌پور فقط یه اسمه یا یه بهونه برای اینکه زنها به خاطر یه هدف مشترک دور هم جمع بشن. بفرمایید. مبارک است ان شاء الله. در واقع منم تو نمایشنامه مریم یه نقشم مثل بقیه، فقط تو اجرا بهش کمک میکردم. اگه جای شما بودم میگشتم نقش خودم رو توی نمایشنامه پیدا میکردم که حتما از همه پررنگ‌تره. در واقع هر موقع که مریم دلش میشکسته یا احساس میکرده که دیده نمیشه، یه فصل به فصلهای نمایشنامه اضافه میشده. خب مریم تو رو یه خط هم ننوشته بود که. شما از کجا میدونید؟ جرئت نمیکرد به شما بگه مینویسه. فکر میکرد مثل همیشه دستش میدازیم. فکر کرد اگه با یه اسم مستعار واسه شما بفرستده شاید لااقل یه بار بخوندش. خب اومدی و من همون اول نمایشنامه رو چاپ میکردم، بعد چی میشد؟ وقت میشد یه مرد ایدئال که همسرش رو درک میکنه، اصلا کار به اینجاها نمیکشید. خب اگه وسطش خسته میشدم و کم میوردم چی؟ حرکت خانوما بر اساس جغرافیای آقایونه، مورد لجبازی شما بیشتر از این است. خانم زمانی شما اینجا چی کار میکنی؟ شب بخیر. من دنبال امیرم، نه موبایلش جواب میده نه خونه است نه دفتر. شما نمیدونین کجاست؟ ما از هم جدا شدیم، شما که میدونین. اشتباه کردیم. زن مثل اکسیژن میمونه، اگه نباشه مرد کبود میشه. ما از نظر روحی به زن نیاز داریم، چون حیوان ناطقیم. من اینها رو قبلا به امیرک گفتم، احتمالا به شما منتقل نکرد. آقای جاد حالتون خوبه؟ بگذاریم. با امیر سه کار مهم داشتم، دومیش رو اول میگم. مشکل حل شد، من با یک تیر دو نشان زدم. سرکار خانم قاضی همون سرکار خانم پری طلعت‌پورن. ایشان هم قول دادن که پرونده شکایت رو مختوم اعلام کنن. قاضی پری طلعت‌پوره؟ بله، و خداوند درهای رحمتش را بر ما گشود. لحظه ای که وارد دادگاه شدم، هر دوی ما در نگاه اول چنان الکترونی از خودمون ساطع کردیم که
آخر هفته عروسیمونه. جاهد و پری مبارک باشه. سعی میکنیم بان حیوان ناطق هم بگید با شما آشتی کنه، چون اصولاً در هر بدبختی پای یک مرد در میانه. من اینها رو قبلاً هم به امیر گفتم، احتمالاً به شما منتقل نکرده. شب بخیر. طرفور به چه قیمتی داشت زندگی منو به باد میده؟ به این قیمت که شما بفهمید دلتون واسه مریم تنگ میشه یا نه؟ آره دلم خیلی براش تنگ شد، خیلی. مریم جون مامان چی شده؟ نمیتونم تا آخرش برم. اصلا فکر میکنم اگه خدای نکرده صف خراب بشه رو سر امیر میمیرم. تبریک میگم. گن زدم به آینه 5000 ساله. نه اتفاقا تا آخرش رفته. یعنی چی؟ زن و پری طلعت‌پور نمیشن که شوهرشون رو بکشن، پری میشن که بفهمن چقدر دوستشون دارم. آره دوستش دارم، خیلی دوستش دارم. اگه اذیت کردنش حالتو خوب نمیکنه، چرا خوشحال کردنش امتحان نمی کنی؟ کاهنه معبد سومر در حالی که از معجون خود جوشش قطره‌ای به سر نیزه ها می کشید گفت: باشد که اسرار قبیله مازنان تنها پیش خودمان بماند، باشد که داننده رانده شود به جهان خاموشی، به جهان فراموشی. خوندنش برای هر کسی لازمه، ناشرش کاروبارش سکه شده، ولی هر چی بگیره حقشه. عالی بود. واسه امروز تعطیل انقدر خیابونا خلوته؟ باز تو ترافیک موندی؟ خب منم که تو خیابون پشتی شما. حرکت دار یادم باشه تولد برات یه حداقل نقشه تهران بخرم.